دوستان عزیزم سلام، حالتون چطوره؟ دوباره با شما بودن چقدر عالیه. من خواهر ایشیک شما رو با محبت در آغوش میگیرم، با محبت خدا. میدونید همیشه به شما میگم که خدا محبته، خدا محبته. با محبت او شما رو در آغوش میگیرم. امروز هم مثل همیشه در مورد موضوعات روحانی با هم صحبت خواهیم کرد، در مورد روح خدا و حقیقت ها صحبت خواهیم کرد، در مورد موضوعی که از قلب به قلب صحبت خواهیم کرد. اما امروز برای خیلی ها روز عزا و ناراحتیه. میدونین خیلی از شما قلبتون سنگینه. امروز با اعضای خانوادم صحبت کردم و با کسانی که دوستشون دارم صحبت کردم. هر کس یک غم و ناراحتی داشت. در درون همه ما یک غمی وجود داره. مادران فرزندانشون رو به خاک میسپارن. مادرها پدرها فکر میکنن که آیا این واقعیته؟ یک خیال بود؟ آیا اگر فردا صبح بیدارشم فرزندم در کنارم خواهم بود؟ پدر و مادرها فکر میکنن میشه فردا صبح یکی بگه که این یه شوخی بود و فرزندت زنده است؟ این بیدار شو. نه، حقیقته. برای خیلی ها واقعیته. خانوادهایی هستن که الان در ماتم به سر میبرن، به سینه‌شون میزنن. مادرهایی که از غم از حال رفتن. من از یک خانواده شهید هستم. قبلا به شما گفتم از خانواده پلیس اومدم و میدونم که درد هر مادری، برای هر مادری از هر قومی که میخواد باشه، از هر کشوری که میخواد، از هر نژادی که میخواد، هر مادر داغ از دست دادن فرزند واقعا سخته. من فرزند کوچکم رو به خاک سپردم مدت پیش. تصورش سخته، یک فرزندی که پدر و مادر بزرگش کردن، بهش رسیدگی کردن و الان باید به خاک بسپارن. واقعا سخته فکر کردم بهش. خدا این درد رو به کسی نشونه، اما متاسفانه کسی هستن که امروز زندگی میکنن اینو. شیطان بازیهاش در زندگی ما همیشه انجام میده، با دروغهاش، با جنگ، با نفرت همیشه بازی میکنه. همیشه در گوش انسانها خشونت و بدی رو، در گوش انسانها حسادت رو، خشم و نفرت رو نجوا میکنه. و در نهایت چی میشه؟ او پدر دروغگویانه. تنها هدف او دزدیدن، خراب کردن، شهیدی کردن و هلاک کردنه. و به همین خاطر از انسانها سوء استفاده میکنه. دوستان عزیزم، کجا میتونیم بریم؟ چی کار میتونیم بکنیم؟ خیلی تلفن‌ها دریافت کردم. از صبح تا حالا چند ساعت پیش با یکی از فامیلام صحبت کردم، یکی از نزدیکانم. گفت که ایشیک کجا میتونم برم؟ چی کار میتونم بکنم؟ در درونم اینقدر کینه است که در قبال طرف مقابل، اینقدر نسبت به کسی که این کاری کرد در قبال نفرت وجود داره که اگه یه سلاح دستم بدن همین الان میکشمش. مادرم از اون ور گریه میکنه. گفتم که این از خدا نیست. این از خدا نیست. شما در دام شیطان نیافتین. حواستون باشه. در دامی که شیطان پهن کرده نیافتین. او شما رو پر میکنه. شما رو تحریک میکنه. و حتی بعضی از شما خشمهای دیگه توی زندگیتونو، شکستهای دیگه زندگیتونو، تحقیرهای دیگه زندگیتونو این طرف میارین و همه رو جمع میکنید. برای انتقام گرفتن. هر کس در دعوی خودش میخواد که جان دیگری رو بگیره. امروز من شما رو به محبت مسیح دعوت میکنم. امروز من دعوتتون میکنم که روی زیبایی عیسی مسیح رو ببینید. امروز روح القدس با شما سخن بگه و به شما نشون بده که چی از خداست، چی از خدا نیست. نشون بده به شما به نام عیسی مسیح. دوستان عزیزم، محبت از خداست. محبت، رحمت، بخشیدن از خداست. اما کشتن، سوزوندن، نفرت، خراب کردن، همینطور که همیشه میگم نفرت، از شیطانه. امروز میدونم در قلب خیلی از شما نبخشیدن وجود داره. در قلب خیلی از شما خشونت وجود داره. در قلب خیلی از شما نفرت وجود داره. اما خدا میگه که اگر پیش من بیای، اگر منو انتخاب کنی، اگر منو بخوای، اگر از پی من بیای، محبتم رو به تو میدم. الان خداوند دعا میکنم به نام عیسی مسیح، مثل یک باران
مثل یک باران ببار خداوند، ببار محبت تو بر روی قومت، بر روی قومت مثل یک بارون. با خونه تمیز کن، نفرت رو با خونه تمیز کن، حیله های شیطان رو با خونه تمیز کن، فریب های شیطان رو، فریب های شیطان رو خداوند. انسان ها به دام او گرفتار نشن خداوند، یاد بگیرن که خیشتندار باشن خداوند، و یاد بگیرن که دردهاشون رو به تو بدن. الان برای پدر مادرها و خانواده که فرزندشون رو از دست دادن دعا میکنم به نام عیسی مسیح. تو به اونها صبر بده خداوند، تو به اونها آرامش بده خداوند. ما اینو نمیتونیم درک کنیم، چطور قوت عبور از این درد رو میدی خداوندا، میخوایم بدونیم. از تو میخوایم الان خداوندا، کسانی که دستشون رو با من باز کردن، دعاهاشون رو بپذیر، قلبهاشون رو سیراب کن، به اونها آرامش بده، صلح بده، صلح بده، صلح بده. دوستان عزیزم، در دنیا در همه جا شرارت، کشتار، بدی میبینیم و در همه جای دنیا و هر روز زیادتر زیادتر میشه. کتاب مقدس میگه که وقتی که آخر دنیا شروع میشه، زلزله ها میشه، طوفان ها میشه، مصیبت ها میشه، جنگ ها میشه، خبر جنگ ها رو میشنویم و میگه محبت کم میشه، محبت کم میشه. اتفاق ها اینه. شیطان وقتی محبت رو از خانواده میگیره، جدایی در خانواده میاد. وقتی از کشور محبت رو میگیره، در کشور جدایی میاد. وقتی محبت رو از دنیا میگیره، دنیا رو از هم جدا میکنه. امروز شما رو صدا میزنم خواهر و برادرم، بینندگان عزیزم، در پی محبت بروید. اگر به دنبال محبت بدوید، دارین به دنبال خدا میدوید. چون که او خدایی نیست که هلاک بکنه. میخواد که محبت کنه. میخواد نجات بده. ببخشه. خدایی که میبخشه. امروز همه ما با هم، اگر جایی ندارید که برید که غیر از اون نداریم، به حضور خدا بیاین، نزد خدا بیاین. هللویا، یعنی خدا رو شکر، خدا رو جلال بدیم، اونا حمد بکنیم، یعنی اونا بلند کنیم. دوستان عزیزم، خدا رو بلند کنیم با وجود همه غم ها، خدا رو بلند کنیم در بین همه مشغلات، خدا رو بلند کنیم در بین همه زشتی ها، همه بدی ها، خدا رو بلند کنیم. اگر انسان ها یاد بگیرن که نفرت نداشته باشن، اگر نفرت یاد گرفتنیه، محبت هم یاد گرفتنیه. و من با تمام دلم اینو باور دارم، خدا به من محبت رو آموخت. محبت نجات پرستی نمیشناسه، محبت نفرت نمیشناسه، محبت ترس رو نمیشناسه، تلافی رو نمیشناسه. همیشه دوست داره، همیشه صبر میکنه، همیشه میبخشه، همیشه اعتماد میکنه. این برای شما ممکنه خنده‌دار بیاد، برای شما ممکنه یک رویا باشه، اما امروز من به شما میگم که اگر در عیسی مسیح هستید، اگر عیسی مسیح رو به قلبتون دعوت کردید و اگر از محبت او پر شدید، به محبت کردن ادامه بدید. دوست داشته باشید. دوستان عزیزم، امروز به اون آشنایی که زنگ زده بود گفتم که این نفرتی که در قلبته، این دردی که در قلبت وجود داره، این انتقامی که در قلبت وجود داره، به عیسی مسیح بده. بعد با یک برادر دیگه صحبت کردم و شروع کردم به تسلی دادن او، با او هم صحبت کردم تا محبتش کنم. در هر کس اون دلتنگی، اون غم رو که در هر فردی وجود داره، سوء تفاهماتی که وجود داره و همه رو به یک چشم میبینه، همه رو با یک قوطی رنگ کردن، همه رو یک رنگ دیدن، دست بردارید. همه دشمن نیستن، اما شیطان میخواد که همه رو به چشم دشمن ببینید، میخواد دیگران رو از هم جدا کنه، چون که اون میخواد که جدایی بندازه، بازیچه دست او نشید. دوستان عزیزم، جان رو خدا میده و خدا میگیره، خدا زندگی میده و خدا میگیره، و وقتی
اینو خود انسان ها انجام میدن؟ قلب خدا به درد میاد. امروز قلب خدا به درد اومده. برای چی خدا کاری انجام نمیده؟ برای اینکه خدا ما رو مثل یک آدم آهنی نیافریده. او به ما حق انتخاب و آزادی برای زندگیمون داده عزیزان. امروز میخوام من شما رو دعوت کنم که محبت رو انتخاب کنید. امروز من شما رو دعوت میکنم که عیسی مسیح رو انتخاب کنید. طریق پارسایان همچون طلوع سپید دمان است. که تا روشنایی نیمروز نور آن هر دم فزونی می گیرد. پس نه کارنده کسی است و نه آبیاری کننده، بلکه فقط خدا که رویاننده است. دوستان عزیزم، عزیزانم، امروز ممکنه قلبمون سنگینه، اما خدای ما نیکوست، خدای ما کامله. مثل همیشه میخوام با شما از کتاب مقدس یک قسمتی که دوست دارم و برای امروز یک پیغام کامل هست رو برای امروز، و حتما که نقشه خدا هست، چون که قبل از اینکه من اتفاقات امروز رو بشنوم، خدا هفته پیش این پیغام رو در قلب من گذاشت، به من داد، و من امروز میخوام که با کمال میل اینو با شما در میون بذارم. خیلیاتون شنیدین، شراب یا به انگور و نان، این به چه معناست؟ این نان و شراب به چه معنی میده؟ آیا این یک مهمانیه، یک خوشگذرونیه؟ چیه؟ از این نان و شراب اینقدر برداشت های اشتباه و غلط شده که اینقدر سوء تفاهمات شده که، و من میخوام امروز حقیقت اینو و عمق این مراسم رو و محبت خدا که چطور در این سفره قرار داره رو براتون شرح بدم. متی 26 از آیه 17 اینطور شروع میکنه: در نخستین روز عید فطیر شاگردان نزد عیسی آمدند و پرسیدند کجا میخوایی برای تدارک ببینیم تا شام پسخ را بخوری؟ میپرسند. میگن برای شام فسخ کجا را حاضر کنیم برات؟ عید پسخ برای یهودیان یادآور این بود که از ظلمی که در مصر بهشون میشد از بردگی نجات پیدا کردن و آزاد شدن. میدونین ما هم به زودی عیدی داریم، عید جمهوریت رو جشن میگیریم. برای یهودیان هم عید پسخ عید خیلی بزرگی بود. تصورش رو بکنین، 430 سال در مصر در زیر ظلم فرعونه، در زیر دیکتاتوری او در بردگی بودن و این قوم از مصر بیرون میان. و وقتی که بیرون میان و به طرف سرزمینی که خدا به اونها وعده داده بود، وقتی به راه میافتن این عید رو جشن میگیرن. خدا برای خدا خیلی مهم بود، چون که فرعون اونها رو رها نکرد. و دلیل این عید پسح این بود که فرشته مرگ بر تمام خانه ها، دقت کنید که خدا چه پیامی داره میگه، فرشته مرگ وقتی از روی همه خونه ها گذشت، فقط اگر بر سر در خانه ای خونه قربانی شده بره می بود، فرشته مرگ از اون خونه عبور می کرد و این خانه ها خانه های یهودیان بود همشون. اما چه اتفاق میافته؟ خانه هایی که این خون بر سر در اونها قرار نداشت، همشون نخست زاده هاشون رو از دست میدن. و کلام میگه که صدای شیون و زاری مادران سرزمین مصر رو پر کرده بود. و بعد از اون فرعون به اسرائیلیا اجازه میده که برن. اینقدر مصیبت ها پیش میاد، بلاها، و در آخر فرعون میگه که دیگه بسه، نمیخوام، برن. برین هر جایی که میخواین خودتون رو بپرستین، عبادت کنین، هر جایی که میخواین عبادت کنین، هر جایی که دوست دارین برین. اینطور میشه که اسرائیلیا به راه میافتن و این آزادی رو مثل یک رسم، مثل یک عید آزادی میشه.
و چند سال میگذره، چند صد سال، عیسی مسیح. عیسی مسیح اونجاست و شاگردان او در میان و میگن که میخواین که این جشن مهم رو در کجا جشن بگیریم؟ اون میدونست به روی صلیب میره، میدونست خونش ریخته میشه، میدونست که خونش ریخته میشه، میدونه که قربانی میشه برای تمام انسان ها، برای گناهان همه ما، برای همه گناهکاران، قاتلان، برای تجاوزگران، برای فاحشا، برای همجنس بازان. میدونست، میدونست که باید روی اون صلیب بره، میدونست که خونش باید ریخته بشه، میدونست که باید زندگیش رو بده برای ما. او به آنان گفت که به شهر نزد فلان شخص بروند و به او بگویند استاد میگوید وقت من نزدیک شده، میخواهم آیین پسخ را با شاگردانم از درخانه تو به جا آورم. شاگردان همون گانه که عیسی گفته بود کردند و پسخ را تدارک دیدند. شب فرا رسید و عیسی با 12 شاگرد خود بر سر سفره نشست. در حین صرف شام عیسی گفت آمین به شما میگویم، یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. شاگردان بسیار غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسند من آن کس که نیستم سرورم. عیسی پاسخ داد آن که دست خود را با من در کاسه فرو میبرد همان مرا تسلیم خواهد کرد. پسر انسان همان گونه که درباره او نوشته شده خواهد رفت. اما وای بر آن کس که پسر انسان را تسلیم دشمن کند. احترام میموند که هرگز زاده نمیشد اون انسان. آنگاه یهودا تسلیم کننده وی در پاسخ گفت استاد آیا من آنم؟ عیسی پاسخ داد تو خود گفتی. عیسی گفت تو خود گفتی. چون هنوز مشغول خوردن بودن عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان و فرمود بگیرید و بخورید، این است بدن من. سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت همه شما از این بنوشید، این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود. به شما می گویم که از این محصول مو دیگر نخواهید نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود تازه بنوشم. آنگاه پس از خواندن سرودی به سمت کوه زیتون به راه افتادند. آنگاه عیسی به آنان گفت امشب همه شما به سبب من خواهید لغزید. عیسی به اونها اینو گفت، زیرا نوشته شده شبان را خواهند زد و گوسفندان پراکنده خواهند شد، اما پس از آنکه زنده شدم پیش از شما به جلیل خواهم رفت. پتروس در پاسخ گفت حتی اگر همه به سبب تو بلغزند من هرگز نخواهم لغزید. عیسی به وی گفت آمین به تو میگویم که همین امشب پیش از بانک خروس 3 بار مرا انکار خواهی کرد. اما پتروس گفت حتی اگر لازم باشد با تو بمیرم انکارت نخواهم کرد. سایر شاگردان نیز چنین گفتند. همین رو گفتند. دوستان عزیزم، شب غمگینی بود، شب پردردی بود، شب پر از اندوه. عیسی میدونست چه اتفاقی قراره به سرش بیاد، میدونست که چی میشه. و فقط این اندوه نبود، بلکه ضربه هایی که خورد. این مثل رو شنیدید که به دنبال دشمن در جای دور نگردید. ممکنه که حتی شنیدید اینا که نزدیکترین شخص به شما ممکنه که دشمن شما باشه، شاید صمیمیترین دوستتون باشه، شاید تا به امروز اینو تجربه کردید، شاید الان دارین تجربهش میکنید. دوستانی که از پشت به شما خنجر میزنن، به شما تهمت میزنن، در مورد شما دروغ گفتن. اما میخوام بدونین که عیسی مسیح اینو درک میکنه، عیسی مسیح اینو تجربه کرده. و کسانی هم که به او خیانت کردن، کسانی رو که اونو به صلیب کشیدن، کسانی رو که به دستاش میخ زدند بخشید. میتونید تصورشو بکنین؟ یکم پیش در مورد ازدحام با شما صحبت کردم، میگفتن که بزنین اونو، بر صلیبش کنید، بکشید. و وقتی یه نفر شروع میکنه به گفتن، 10 نفر دیگه، 100 نفر دیگه شروع میکنن. و برای اینکه خدا ما را نجات بده لازم بود که اون خون ریخته بشه. عیسی مسیح بر روی صلیب بود و اسم شما بر دهان او بود، اسم شما در قلب او بود، صورت شما
در مقابل دیدگان او بود، چون که برای هر کدوم از شما، برای هر کدوم از شما، او جانش رو داد و مرد. ارزش اون رو خداوند از طریق روح القدس، دوستان عزیزم، روح القدس به شما بگه که کلام میگه که این از خون من برای عهد جدید. عهد جدید این عهد جدید ماست. عهد عتیق نیست. عهد عتیق نیست. عهد عتیق بر پایه قانون و شریعت بود و بر روی کاغذ نوشته شده بود. اما عهد جدید با فیض، با محبت، با رحمت و با لطف و محبت خدا، با رحمت خدا و با جسم پوشیدن او به صورت انسان اومد و به خاطر ما به روی صلیب رفت و این عهدی بود که با خون مهر شد، عهدی که با خون نوشته شد. ارزش خون، ارزش این خون، میدونین خون صحبت میکنه. کلامیه که در پیدایش دو برادر یکی به اون دیگری حسادت میکنه و میکشتش. توجه کنید، از ابتدای دنیا اینها بوده. شیطان برای کشتن، برای دروغ گفتن، برای جدایی و برای انتقام گرفتن به میون ما میاد. از اون موقع تا به حال وجود داشته. ارزش خون. میدونید در عید قربان حیوانات رو میکشن. الان هر کس برای قربانی کردن به یه طرفی میره. قبلا همه یه جا جمع میشدن و دریاچه خون میشد. همه جا پر از خون بود. و واقعا منزجر کننده بود. اما به هیچ کدوم از اینها نیازی نیست، چون که خود عیسی مسیح به عنوان بره بی ای، بره کامل و به عنوان اینکه هیچ گناهی انجام نداده بود در 33 سالگی. تصورشو بکنید، میتونید فکر کنید که مریم چه حالی داشت. امروز از مادران صحبت کردیم که فرزندانشون رو به خاک سپردن. مریم در مقابل صلیب پسرش اوریان میبینه که کشان کشان میارنش و اونو به صلیب میکشن. امروز شاید احساساتون رو بتونید به احساسات مریم وصل کنید. اما جمله‌ای که گفت این بود: پدر اینها رو ببخش، زیرا نمی‌دانند که چه می‌کنند. و در شام عید فصح هم نان رو پاره کرد، به شاگردان داد و می‌دونست که در بین اونها یک نفر اون رو می‌فروشه. یکیشون به او خیانت می‌کنه. اما با وجود این به او داد از این نان. اون یکی پتروس او رو انکار میکرد. گفت اصلا بمیرم هم انکارت نمیکنم. گفت قبل از بانگ خروس 3 بار مرا انکار خواهی کرد. میدونست. از خلقت انسان میدونست. قلب شاگردان خودش رو میدونست. و به خاطر همین مسئولیتی رو که پدر داده بود برای نجات انسانها که به اون محول شده بود رو میدونست. و او از این مأموریت فرار نکرد. فرار نکرد. اگر میخواست، آیا نمیتونست که به فرشتگان بگه که همه اینها رو از میون بردارید؟ هر کس که مخالف از میون برش دارید؟ آیا این امروز از درونتون نمیگذره؟ هر کی که عزیزان ما رو شهید کرده، کشته، مثل یک کبوتر به زمین انداخته، آیا تو دلتون نمیگید که بلا و مصیبت به سرشون بیاد؟ آیا از درونتون خواستار بدی برای او و نفرین برای او نیستید؟ رو راست باشید با خودتون. امروز چند تا تلفن دریافت کردم که خدا فلان فلانشون بکنه، خدا جزاشون رو بده. نفرین میکردن. اما عیسی مسیح روی اون صلیب برای تو خواهر و برادرم، برای من نجات رو خواست. کجا میتونی بری؟ کجا میتونید که از حضور خدا بگریزید؟ هر جایی که برید او در اونجاست. الان قلبتون رو میدونه، افکارتون رو میدونه، دردهاتون رو میدونه، خشمتون رو میدونه. میدونه که شجاعتتون رو از دست دادید. نفرتی که در درونتون هست رو میدونه. کجا میتونید برید؟ امروز من شما رو دعوت میکنم که به اون صلیب نظر بندازید. من شما رو دعوت میکنم که درک کنید که قدرت این خون ادامه داره. در زیر این عهدی که با خون هست دعوتتون میکنم که بیاین و نجات پیدا کنید. امروز در این سفره، سفره خداوند، تو هم میتونی بهره‌مند بشی. عیسی مسیح رو به قلب دعوت کن. عیسی مسیح رو به قلب دعوت کن. خدا رو بشناس و اونو به قلبت بپذیر. Thank you.
ای فلک الافلاک، او را تسبیح بخوانید و ای آب هایی که فوق آسمان هایید. نام خداوند را تسبیح بخوانند، زیرا که او امر فرمود پس آفریده شدند. محبتی بیش از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستانش فدا کند. عیسی مسیح جانش را برای ما فدا کرد، پس تو هم در قلبت را برای او بکشا. عزیزانم چطورید؟ خدا با قلبتون صحبت میکنه، میدونم روح القدس با قلبتون صحبت میکنه. امروز میخوام به چند تا سوال جواب بدم که دوستان در اینترنت و یا در فیسبوک پرسیدن. مطمئنم که این سوالات بعضی از شما هم ممکنه باشه. یکی از اینها از سوئد، یکی از بینندگان 19 ساله برنامه هست، نوشته که این چیزایی که میخونم نوشته قدیمی تره، چون تو در نوبت هستن، اسم کسی رو نمیبرم شاید خجالت بکشن، فقط نام کشور و بعضی مواقع سنشون رو میگم. هدفمون ناراحت کردن و خجالت دادن کسی نیست. این دختر جوان نوشته بود که خواهر ایشیک عزیز، شما رو خیلی دوست دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم عزیزم. با خانوادم دست جمعی برنامه شما رو میبینیم. احساس میکنیم که کاملا از درونتون صحبت میکنید. شکر. من مجرد هستم. 19 سالمه. عاشق یک جوونی هستم. اون هم مجرده. ما با هم رابطه جنسی داریم. و فکر نمیکنم که این گناه باشه، چون هر دوی ما مجرد هستیم. اما شما در برنامه قبلی گفتین که اگر مجرد هم باشین، تا زمانی که در چارچوب ازدواج قرار نگرفتین، رابطه جنسی گناهه. میخوام نظرتون رو در این مورد دوباره بیان کنید. اینو آیا مطمئنید؟ اینو پرسیده. شما رو خیلی دوست دارم و از دور میبوسمتون. من هم سلام های گرم خودم براتون میفرستم به این خواهر جوانم. نمیدونم که آیا علی برنامه رو نگاه میکنی یا نه، اما همونطور که قبلا هم گفتم، درسته متوجه شدید خواهرم. اگر حتی اگر دو نفر مجردم باشن، جوان هستین، مجرد هستین، متوجه هستین، عاشق هستین، اون موجهای خروشان در درونتون در زیر رمانتیک بودن عشق و عاشقی چقدر نسبت به هم کشش دارید، کشش احساس میکنید، اینو خودو درک میکنه، منم درک میکنم. اما من نمیخوام که از نظرات خودم یا کلام خودم به چیزی بگم خواهر عزیزم. کلام خدا در کتاب مقدس میگه که من یک مرد و یک زن آفریدم، اونها پدر و مادر خودشون ترک میکنن و به اون پیوند مقدس با هم شکل میگیرن و اون دو نفر یک تن خواهند شد. قبلا در مورد این توضیح دادم. یک مرد برای 4 زن یا 5 زن نیست. یک مرد و یک زن یک تن خواهند شد. یعنی چی میشه میدونین؟ خواهر عزیزم، دختر عزیز من، تو با یک نفر دیگه خارج از چارچوب ازدواج، خارج از اون تعهد و پیمان، در اون عهدی که برکت خدا هست و خارج از این پیوند مقدس، وقتی تنت رو میدی به شخصی، با اون یکی میشی. و تصورشو بکن، تصورشو میتونی بکنی که انسان ها میخوابن، بلند میشن، بیرون میرن، رابطه جنسی دارن و بعد اون یک تن از هم جدا میشن. خدا این قانون رو، این خواسته رو برای اینکه به شما ضرر بزنه یا اینکه شما رو ناراحت بکنه نذاشته. خدای قدوسیه، برای همین میخواد که ما هم مقدس زندگی کنیم. اگر ما بدنمون رو به افراد مختلف بدیم، با این نشد، با اون نشد، با این نشد، بدون هیچ قول، هیچ تعهد، هیچ تقدسی بدنمون رو در اختیار دیگران بذاریم، چطور میتونیم که از این خدای قدوس اطاعت کنیم؟ تا امروز هر کاری که میخواین تا امروز کرده باشین. من امروز به شما میخوام بگم که توبه کنید. ببینید، امروز از سفره خداوند خواهیم خورد. این نان رو پاره خواهیم کرد. وقتی تقسیم میشه تو بخواهیم کرد. به خودتون یه نگاهی بندازید و ببینید کاری که انجام میدین اشتباهه. کلام میگه که بدترین گناه گناهیه که ما با بدن خودمون انجام میدیم. کلام خدا اینا میگه. بدن ما معبد روح القدس، عزیزان توجه کنید. میگه معبد روح القدس.
چیزی که قدوس باشه با یک چیزی که نامقدس نمیتونه با هم یک جا باشن. شب و روز نمیتونه که یک جا با هم باشن. امروز من بینندگان پای برنامه رو به خدای مقدس، خدای کامل، با داشتن یک زندگی مقدس و دیدن او دعوت میکنم. این چطور ممکنه؟ عزیزانم این با قوت خودتون نمیشه. این فقط و فقط با اومدن عیسی مسیح به قلبتون، با ایمانتون، با دعاهاتون و اینکه در فکرتون نگه دارید اینا رو همراه با ارادتون و روح القدس میتونید. همه اینها با هم جمع میشه. اما مهمتر از همه اینها بهتون بگم، قوت خدا و قوت روح القدس. با قوت او میتونید موفق بشید. از دور میبوسمت عزیزم، از دور میبوسمت. یک بیننده دیگه هم نوشته که از آنکارا نوشته که شما با پیغاماتون انسانا رو به توبه واقعی دعوت میکنید. من خیلی گناه کردم، دزدیدم، رابطه بد داشتم، دروغ گفتم، هنوزم دارم سعی میکنم اما بازم دروغ میگم. خسته شدم از اینجور زندگی کردن، از خودم بدم میاد و وقتی برنامه‌تون رو تماشا میکنم متوجه میشم که خیلی ضعف دارم. من خیلی فقیر هستم و میخوام همه چیزهایی که دزدیده شده رو پس بدم، اما در وضعیت نیستم که این کارو بکنم. آیا توبه من پذیرفته میشه؟ نوشته که شما رو خیلی دوست دارم و برای تیم شما دعا میکنم. خیلی ممنون. خدا میخواد که چشمان ما رو باز کنه. ما وقتی بدون خدا زندگی میکنیم این گناهان رو نمیبینیم و به چشم ما نرمال میاد این گناهان. دروغ گفتن طبیعی به نظر میاد و خیلی به دروغ گفتن عادت کردین. انگار که در وجودمون تنیده شده. در ما هست انگار از بچگی. مادرش میگه که اگه منو پرسیدن بگو مامانم خونه نیست، مامانم خوابیده. از همون بچگی با این دروغ‌های کوچیک شروع میشه. حتی اینها رو هم باید به کناری بذارید. اما برادرم تو امروز توبه کن. حتی اگر نمیتونی اون پول‌های دزدیده شده رو برگردونی توبه کن بازم. توبه کن. خدا توبه تو رو قبول میکنه. و اگر بدونه که نمیتونی خسارتی رو که زدی جبران بکنی ولی قلب تو به کار داری، توبت رو میپذیره. امروز دزدی رو کنار بذار. امروز دروغ گفتن رو به کناری بذار. قدرت این رو نداری؟ به نزد عیسی مسیح بیا. به عیسی مسیح بیا و دستاتو باز کن و بگو که قدرت این رو ندارم. به من کمک کن. عیسی مسیح به تو کمک خواهد کرد. امروز دزدی رو به کناری بذار. امروز درست باش. امروز دروغ گفتن رو به کناری بذار. چون که عیسی مسیح به تو کمک میکنه. Thank you.
دوستان عزیزم، روح القدس الان قلبهای شما رو لمس کنه، او با شما سخن بگه. من الان میخوام اینو به شما بگم، به طور خاص در قلبم هست، خدا در قلبم گذاشته اینو که در هیچ برنامه ای نمیخوام بیماران رو فراموش کنیم. در این سفره خداوند، در این مشارکت، بزرگترین قوتی که میگیریم شفا هست. اما قبل از اون من میخوام برای بینندگانی که انتظار شفا رو میکشن دعا بکنم. و اگر با من دعا کنید خیلی خوشحال میشم. من یه دوستی دارم که اسمش کریم است. خیلی خدا رو دوست داره. مردم رو دوست داره، حیوانات رو دوست داره و واقعا مثل یک فرشته میمونه. این دختر چند سال پیش کریمه هر دو سینه‌اش رو برداشتن، چون سرطان سینه داشت. هر دو سینه‌اش رو برداشتن. اما از هم گفتن خدا دست بر نداشت. خدا رو شکر میکرد. خیلی جوونه. من 40 سالمه و او از من خیلی جوونتره. خیلی جوونه و حتی ازدواجم نکرده. و شما با عنوان یک زن میتونین تأثیر این رو در زندگی تصور کنین. هر دو سینه هاش رو بریدن و او دائما در حال پرستش کردن خداست و خودش رو تماما تقدیم به خدا کرده و به طور باور نکردن در خدا عمیق شده و به دنبال خدا رفت و گفت که خداوند، خداوند به تو تقدیم میکنم. از این به بعد ممکنه ازدواج نکنم با این وضع، اما خداوند میخوام تو همه چیز من باشی، میخوام عاشق مردم باشم، میخوام عاشق تو باشم. و شد. اما دو هفته پیش دوباره متوجه شدن که سرطان کریمه داره ادامه پیدا میکنه. بعد از چند سال که این همه درد کشیده، دوباره این دردها از نو دوباره شروع بشه و همه این مراحل رو دوباره باید که از اول بگذرونه، از نو شروع بشه. و از نظر روحی تصورشو بکنید که در چه وضعیتی قرار داره، چه ضربه‌ای خورده و از دریافت این خبر چقدر میتونی که پایین اومده باشه. و میگم خدا نقشه داره، اما میخوام اینو ببینم. شاید شما هم در چنین وضعیتی هستید. مثل کریمه، خداوند میخواد در زندگی من چیکار کنی؟ میخوام ببینم. به من نشون بده نقشه‌تو. چرا این اتفاق برای من افتاده؟ اگر باید برای چیزی توبه کنم به من نشون بده. اگر بعد در یک تنبیه قرار بگیرم به من بگو که چرا نمیخوام تعلیم تو رو از دست بدم، نمیخوام از تو ناتت کنم. ببینید چقدر مهمه، شفا مهمه عزیزانم. اما از او تعلیم گرفتن مهمتره. اینکه از این کلاس عبور کنم مهمتره. چرا این درد رو میکشم؟ علت اون چیه؟ اینو از خدا بپرسید. امروز من میخوام برای کریم دعا کنم و یک برادر دیگه ای هست که پیغامشو گرفتم برای من فرستاده. مراد، من تو رو در دعاهام دارم و اصلا از دعا کردن برای تو دست بر نمیدارم. مراد، تا این منفی نگری تو از بین بره. و از نامت اینو احساس کردم و از اون نامه احساس کردم که خدا چطور داره توی زندگی تو داره که عمل میکنه. تو یک جواهر هستی، یک الماس هستی، مثل الماس که در بین زغال سنگ هاست خدا تو رو اینطوری در میخواد بیاره. اون نیکویی های تو رو، اون محبت درون تو، اون استعداداتو همه رو خدا میخواد در بیاره و بیشتر از این به تو بده. میخواد تو رو از شادی پر کنه و از استعدادهای بیشتری به تو بده. و واقعا خوشحال هستم که این چیزهایی رو که در درونت بود رو برای من نوشتی. برای تو دعا میکنم مراد جان. تو رو به اسمت صدا میزنم مراد جان و از دعا کردم برای تو دست بر نمیدارم. دوباره تو رو صدا میزنم. میدونم که این از من نیست، این از خداست. خدا دست نمیکشه از تو و خدا تو رو ول نمیکنه و تو رو در قلبم میذاره. صدها نفر دیگه مثل تو بودن که خدا در قلبم گذاشته و برای اونها هم میستم و به دعا کردن براشون ادامه میدم. دست نمیکشم، تو هم نکش. آمین. الان دستامونو باز کنیم به نام عیسی مسیح. الان دعا میکنیم خداوندا. برای کریمه الان دعا میکنم و برای همه کسانی که سرطان دارن، برای همه سرطانی ها الان دعا میکنم. تو اونها رو لمس کن خداوندم، تو اونها رو لمس کن. کسانی که سرطان استخوان دارن، سرطان خون، سرطان ریه دارن، سرطان سینه، سرطان رحم، سرطان معده، برای همشون الان دعا میکنم خداوند. کسانی که تومور مغزی دارن، برای نازاها خداوند الان دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوند. برای این برنامه مهم، برنامه‌ای که در خون تو
با هم خداوند میخوایم شریک بشیم. خداوند بینندگانی که دستاشون رو با من باز کردن، تو تک تکشون رو لمس کن روح القدس. دستاتون رو با من باز کنید. الان برای خدا باز کنید دستاتون رو. و قدرت شفا بخش او رو احساس کنید. من نمیتونم خداوند، تو انجام بده. تو لمس کن. عیسی مسیح، به معجزه تو نیاز دارم. این انسان ها، کسانی که الان دستشون رو باز کرد، لمس کن. الان قدرت شفا بخش تو بر اونها قرار بگیره. آمین. آمین. خدا زخمهای قلب شما رو شفا ببخشه. زخمهای قلبتون رو، زخمهای جامعه رو، به نام عیسی مسیح خداوند. به نام عیسی مسیح. شفا ببخش خداوند. در اول قرنتیان 11:24 اینطور میگه، 11:23 اینطور میگه، زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردن نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. و همین سان پس از شام جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من، هر بار که از آن می نوشید به یاد من چنین کنید. زیرا هرگاه این نان را بخورید و از این جام بنوشید، مرگ خداوند را اعلام می کنید تا زمانی که باز آید. پس هر که به شیوه این ناشایسته نان را بخورد و از جام خداوند بنوشد، مجرم نسبت به بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر کس بیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بیازماید، زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را خورده است و نوشیده است. از همین روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفتند. اما اگر بر خود حکم می‌کردیم، بر ما حکم نمی‌شد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم کند، تعدیب می‌شویم تا با دنیا محکوم نگردیم. خدا به خاطر اینکه با دنیا محکوم نشیم، ما رو تعدیب میکنه. خدا ما رو تنبیه میکنه. کسانی هم که در ایمان به عیسی مسیح هستند، مصیبت ها، بیماری ها، درد ها، میدونین علتش چی هست؟ میدونین؟ تنها یک دلیل داره. ممکنه خیلی دلایل داشته باشه، اما یک علت مهم داره. میگه که خدا ما رو تعدیب میکنه، ما رو تنبیه میکنه تا این دنیا ما رو محکوم نکنه، تا در حضور او باشیم، تا به بهشت بریم، با او رو در رو باشیم، در حضور او صلح و سلامتی رو دریافت بکنیم، از او دریافت کنیم. خواهر و برادرم، خدا امروز شما رو به توبه دعوت میکنه. عیسی مسیح میاد، بیدار شید، چشماتون رو باز کنید. عیسی مسیح میاد و این دنیا رو داوری خواهد کرد و کسانی رو که به او ایمان دارن رو نجات خواهد داد. میاد، چشماتون رو باز کن و فقط و فقط با توبه و او رو به قلبتون دعوت کردنه که میتونید نجات پیدا کنید و در زیر اون عهد با خون میتونید صاحب یک زندگی جدید بشید که حیات ابدی نام داره. میتونید صاحب اون بشید. فقط و فقط در زیر سایه این عهده که میتونید زندگی بکنید. یه دوست عزیزم، خواهر کوچکترم، نوشته برای من، نوشته که خیلی وقت پیش نوشته، خواهریشی، من میخوام داستان زندگیم رو تعریف کنم برای شما و در برنامه شما بگم چه تأثیر در زندگی من گذاشت. قبل از این برنامه به ایمان اومده بود و میگاش که پدر الکلی داشتم و اون هر روز مادر من رو میزد، هر روز کتک میزد. میگفت مادرم گریه میکرد و میگفت یه روز نزن، بذار یه روز آب خوش از گلوم پایین بره و بدنم بدون درد به رخت خواب بره. یه روز این آدم به ما فشار نیاره. یه روز بدون ظلم زندگی کنم. خب مادرم همش دعا میکرد که خداوند این دختر 18 ساله بشه، بعد اون وقت من بمیرم، کافیه، دیگه نمیتونم طاقت بیارم، میخوام بمیرم، فقط کافیه که تو رو بزرگ کنم، 18 سالت بشه. میگه مادرم همش میگفت اینا و پدرم هم در رو هیچ گونه بخشش، هیچ گونه توبه درش وجود نداشت، هیچ نمیخواست که عوض بشه، نمیخواست زندگیش عوض بشه. و میگفت وقتی که 18 سالم شد مادرم فوت کرد و میگفت از پدرم نفرت داشتم، در تمام زندگی ازش نفرت داشتم،
از اینکه مست میومد خونه بالا می آورد نفرت داشتم، از اینکه از من میگذشت نفرت داشتم، از رفتار بعدش نفرت داشتم، از اینکه من و مادرم روزها هفته ها میذاشت و میرفت نفرت داشتم، نفرت داشتم از او، متنفر بودم. گفت اما وقتی مادرم میخواست فوت کنه تنها یک چیز گفت: خدای واقعی رو پیدا کن، خدای واقعی تو رو آزاد خواهد کرد. و گفت به دنبال خدای حقیقی گشتم و عیسی مسیح رو پیدا کردم. ابتدا نفهمیدم که او ازلی یا ابدیه، ابتدا درک نکردم. میگفت اما عیسی مسیح رو با تمام وجودم صدا زدم، با همه دلم به قلبم پذیرفتم و زندگیم عوض شد. و خواهر ایشیک، از برنامهاتون ممنونم. تا این سن پدرم رو نبخشیده بودم. توسط برنامه شما قوت بخشیدن رو پیدا کردم. توسط عیسی مسیح. دوستان عزیزم، امروز روز بخششه. امروز روز صلحه. امروز روز محبته. امروز شیطان رو در زیر پاهای خودمون باید که له بکنیم با محبت کردن، با بخشیدن. امروز روز له کردن رو در زیر پاهامونه. اون شیطان، این انسان ها نیستن. فقط یک شیطان وجود داره، یک ابلیس وجود داره، اون انسان ها رو استفاده میکنه. اما امروز ما با نام عیسی مسیح و با خون او، با خون او، روزیه که اون رو له میکنیم در زیر پامون. پیروزی از آن شماست، پیروزی از آن ماست. محبت، امروز محبت رو انتخاب کنید. زیرا من از خداوند یافتم آنچه را به شما نیست سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردن نان را گرفت، نان را گرفت. نان نمونه بدن اوست. در پیدایش باب 40 یوسف یک خوابی رو برای یک شخصی تعبیر میکنه و میگه، و در خوابی که شخص میبینه که سه سبد نون روی سرشه، سه سبد نون، اون شخص کسی که برای پادشاه کار میکرد و در زندانه، به اون میگه که سه سبد بیانگر سه روزه و نان هم بدن. و اون شخص که در خواب دیده بود که سبد نان داره خورده میشه از طرف پرندگان و میگه که سه روز دیگه بدن تو از طرف پرندگان خورده خواهد شد، پاره خواهد شد. این بدن ما چیه که؟ گوشت و استخوان. مرگ برای ما جزا نیست. دوستان عزیزم، یه روزی همه ما طعم مرگ رو خواهیم چشید. اما اگر امروز عیسی مسیح رو به قلبتون صدا بزنید، حیات ابدی رو دریافت خواهید کرد. حیات ابدی خواهید داشت. عیسی مسیح نان را برگرفت، اما کلام اینطور میگه: نان را گرفت و شکر کرد، دعا کرد. وقتی این نان را میگیرید دعا کنید، خودتون رو تقدیم کنید، به خودتون یه نگاهی بندازید، به گناهانی که انجام دادید فکر کنید. خداوندا دروغ گفتم، منو ببخش. شاید امروز بخواید اینو بگین. به خودتون نگاهی بندازید، همونطور که در آینه خودتون رو میبینید، در قلبتون چی دارید امروز که باید براش توبه کنید. شاید در این چیزایی که گفتم شما باشین، شما پدر و مادری هستین که فرزندانتون رو ترک کردید. شاید شما هستین که همسرتون رو کتک میزنید. شاید شما هستین که الکل میخورید. شاید شما هستین که قمار بازی میکنید و نان فرزندتون رو در قمار خرج میکنید. شاید شما هستین که با خشم مرتب دیگران رو تحقیر میکنید. نمیدونم امروز در چه مرحله هستید. خودتون رو بررسی کنید. الان خودتون رو بررسی کنید. چون میگه که اگر خودت رو داوری کنی، خدا تو رو داوری نخواهد کرد. خودت رو منصفانه داوری کن. هر روز هر رحمت او تازه است. هر روز بخشش او تازه است. هر روز محبت او تازه است. به غیر از محبت او، فیض او، نیکویی او و قدرت شفا بخش او به چیز دیگه ای نیاز نداریم. و عیسی آن را گرفت و گفت: این است بدن من که به خاطر شما پاره می شود. برای شما پاره شد. برای شما آب دهان رو انداخته شد. به خاطر شما او رو مضروب کردند.
به خاطر گناهان تو دوست عزیز، برای غیبت کردن تو مزدنت، این بدن پاره شد و میگه که به طور ناشایست نباید از این برخوردار بشی. فکر کن خداوند، من ایشیک گناه کردم و به حضور تو میام و برای اشتباهاتی که کردم از تو طلب بخشش میکنم. خداوند، برای خشمم، عصبانیتم، غرورم، کم صبری، منو ببخش، منو ببخش خداوند. تو میدونی، همه چیز منو میدونی. میخوام در حضور تو صادق باشم خداوند، نمیخوام این نان رو فقط به عنوان یک نمونه بخورم برای اینکه به دیگران نشون بدم. واقعا خودم رو تسلیم تو میکنم و خیلی ضعف دارم خداوند. تو ضعف های منو به قوت تبدیل کن. تو منو با خونت پاک کن. تو بخشیدن رو خیلی بیشتر به قلب من بده. تو دوست داشتن رو بیشتر به من بده. خشم رو از قلب من بردار. خداوند، میخوام بیشتر به تو اعتماد کنم. کم اعتمادی منو بردار. ترسای منو بردار. به نام عیسی مسیح، این نان که سمبل بدن تو است رو خداوند میخورم. میگه سپس، میگه سپس جام را در دست گرفت و به انگور میگه و گفت که این خون من است برای شما، حتی برای بی خداها، برای مسلمان ها، حتی برای بودیسم ها، برای کرد ها، برای ترک ها، برای ارمنی ها، برای یونانی ها، برای ایتالیایی ها، برای آفریقایی ها، برای آمریکایی ها، انگلیسی ها، چینی ها، ایرانی ها، برای همه شما قربانی شدم. برای همه شما خونم ریخته شد. فقط و فقط با این خون میتونید پاک بشید. فقط و فقط زیر این خون میتونید نجات پیدا کنید. شفا باشه خداوند، عزیزانم رو شفا بده. این برای من خیلی با ارزشه و اتفاق مهمیه. شما هم میتونید از سفره خداوند برخوردار بشید. امروز کسانی هستن که روح القدس قلبشون رو لمس کرده، خدا قلبشون رو لمس کرده. با من دعا کنید و قلبتون رو به عیسی مسیح بدید. اگر امروز میخواین اون رو دعوت کنید، بیاین به حضور او و بگید که عیسی مسیح، تو رو به قلبم دعوت میکنم، بیا در قلبم باش، در قلبم زندگی کن، کنترل زندگیم رو به دستان تو میدم خداوند، گناهان منو ببخش خدای پرجلالم، منو ببخش، ببخش. میپذیرم که تو به خاطر من روی صلیب رفتی و مردی و در روز سوم برخاستی. میپذیرم اینو که تو به من زندگی دادی، زندگی ابدی دادی. میپذیرم، بیا در قلبم. آمین. اگر این دعا رو کردین، حیات ابدی رو دریافت کردین عزیزان. اگر این دعا رو کردید، امروز دوباره متولد شدید دوستان. اگر این دعا رو کردید، امروز فرزند خدا هستید. برای من بنویسید، شهادتتون رو با من در میون بذارید. خدا امروز برای شما چی کار کرده؟ جشن بگیرید. خدا ماتم شما رو به رقص تبدیل بکنه. به نام عیسی مسیح، با محبت در آرامش بمانید. خدا محبته، خدا محبته.